سلام، عصرتون بخیر. خوبین کامی جان؟ همچنین خوبی سودا، حالت خوبه؟ مرسی. 8 مارستون مبارک همگی، هم شما هم همه بچه‌ای که اینجا هستن، ببخشید همه همراهانی که اینجا هستن بر همه زنان ما در کل جهان و بر همه مردان مبارک و بر همه مردان برابری خواه. من یه سه نکته تکنیکی بگم. من سعی میکنم این لایو رو سیو بکنم، مطمئن نیستم که بتونم، ولی همه سعیمو میکنم. به اضافه اینکه میدونم که خیلی الان لایو همزمان دارن چون که تجمع مختلف داره جای مختلف برگزار میشه، ولی خب ما سعی میکنیم که اینو ادامه بدیم. من سعی میکنم فیدبک صدا رو هم بگم. الان صدا میاد برای همه؟ آره، صدا تو خوب میاد. آره، خیلی خوب. خب فکر میکنم میتونیم شروع کنیم. ساعت 8 شبه به وقت تهران. من دعوت میکنم از همه دوستان که یکم گوش بدیم، بعدش شروع کنیم یواش یواش سوالامون رو بپرسیم. من خیلی خلاصه معرفی میکنم کامیل رو. کامیل انسان شناسه از کردستان، در واقع اصالتا از کردستان، به موضوعات فرهنگ محلی، مهاجرت، کودکان و زنان، حقوق اقلیت‌ها و مسائل خاورمیانه علاقه داره و تا به حال در توی تحقیقاتش و پژوهش‌هاش 3 فیلم و 3 کتاب منتشر شده که فکر میکنم بعضیش رو خونده باشین: ازدواج کودکان به اسم تنین سدکوت، ختنه زنان به نام سنت و صیغه و ازدواج محرمیت. من پیشنهاد میکنم که اول از ختنه شروع کنی، خیلی خلاصه اگر بتونی بگی، ولی پیش از اینکه شروع کنیم که بگی اصلا چرا به این موضوعات علاقه مندی. کلن گفتگومون رو چند قسمت میکنیم: یه قسمت راجع به تجربه صحبت میکنیم و یه قسمت دیگه راجع به روش تحقیق و اینکه چطوری تحقیقات رو انجام دادی. اگر موافق باشی میشنویم. اوکی. ببخشید، معذرت میخوام. هر کسی که سوالا رو من یادداشت میکنم اینجا، برای همین سرم پایینه، میبخشید، برای اینکه شما رو متوقف نکنم. هر سوالی داشتید درباره این موضوع بپرسید، من سوالا رو جمع میکنم، مرتب میکنم و از آقای احمدی میپرسم. بفرمایید. اوکی، من خود اینجا رو مرتب کنم، این میز کار شروع کنم. خب سلام مجدد دوستان عزیز. به من دستور داده شده خود غیر رسمی اینفورمال شد با همه تو صحبت کنم. خیلی وارد مبحث علمی کارهام نشم و سعی میکنم، قول میدم این کار رو انجام. سوالی که از من شد، من خیلی این سوال رو میگیرم جای مختلف، و اینکه چرا من به این کار علاقه مندم، چی شد که وارد این حوزه تخصصی شدم. یه چند تا دلیل داره، ولی فکر کنم یکی از بارزترین دلایلش میتونه حوزه جغرافیایی باشه که من درش متولد شدم، و بخشش هم برمیگرده به اون نسلی که من ازش متعلق بهش هستم. من مال اوایل انقلاب توی جایی متولد شدم و بزرگ شدم که دستخوش تحولات عدیده سیاسی بود: جنگ‌های داخلی، حرکت احزاب سیاسی، و خب مسلماً اینها جدا و خیلی فاصله نداشت با حرکت‌هایی که توی این احزاب سیاسی تو اون جو آن زمان و جو اوایل انقلاب، بحث برابرخواهی، فمینیستی و مسائلی از این قبیل توسط احزاب یا این گروه‌ها مطرح نشه، و خب خود به خود و بخشش هم در اون خانوادگی، و از اونجایی که خودم هم خب به قولی میشه گفت که متعلق به یک اقلیت بزرگ در ایران هستم، تمام اینها مثل اینکه دست به دست هم داد و علاقم رو بیشتر منعطف کرد به کارهایی که تا به حال انجام دادم. بعد از اون من فکر کنم حوزه تحصیلاتیم بود که کمک کرد و من رو یه خود نزدیک کرد به این مبحث. من حوزه ابتدایی تحصیلاتم روی موضوع قانون در مطبوعات بود،
مدت زیادی رو توی مطبوعات کار کردم، یعنی اینکه در میدان کار بودم، جای مختلفی در دنیا کار کردم چون تحصیلاتم خارج از ایران بود. و خب به قول این آی اوپنینگ یا چشم باز کردن روی مباحث اجتماعی هم میشه گفت در طی کار در حوزه مطبوعات اتفاق افتاد. من دوباره به نسبت علاقه ای که از حوزه میدانی جایی که کار میکردم، مثل جایی مثل آفریقا، مثل آسیای مرکزی، آمریکای لاتین، علاقه من شدم به حوزه علوم انسانی بیشتر و به دانشگاه برگشتم و ادامه تحصیلات دادم در حوزه جامعه شناسی و تخصصم رو در معلوم شناسی گرفتم. و از اونجایی که من که براتون گفتم از قبل این مسئله برام خیلی مهم بود، شروع کردم به کار کردن روی حوزه کودکان و زنان یا اقلیت‌ها، بیشتر اقلیت‌های مذهبی رو مدت کار کردم در مورد ازدی‌ها در کردستان عراق، یه سری از ادیان بومی در آفریقای مرکزی، و بعد علاقه من شدم به حوزه کودکان. من جمله روی قطرهای ناموسی در اروپا یه مدت کار کردم، مخصوصا در انگلیس. و بعد از اون، از جایی که من مدتی توی آفریقا کار میکردم، شاهد کار بر روی ختنه زنان در کشورهایی مثل کنیا، سومالی، سودان، با گینافاسو، جایی از این قبیل، توسط یونیسف، بخش صندوق سازمان کودکان سازمان ملل بودم. و از اونجایی که ما این موضوع رو، این پدیده رو در کردستان ایران هم شاهدش هستیم، ختنه زنان متاسفانه همچنان، اگرچه مراتب خیلی کمتر شده خوشبختانه، ولی خب من خاطرات گنگی رو از دوران نوجوانیم و دوران بچگیم داشتم که زنانی بودن که ختنه می شدن در مورد صحبت می کردن، من از خانواده هم می شنیدم. و خب این دلیل اصلیش بود که موضوع ختنه زنان رو انتخاب کردم. در اولین فرصتی که به ایران برگشتم، شروع کردم به کند و کاوش در این حوزه خاص، و این شد استارت یک پروژه 10 ساله. و بعد از ختنه هم دیگه زنجیره وار به چیزهای دیگه خط شد. ختنه زنان من رو به ازدواج کودکان کشون، چون رابطه مستقیمی میان اینها داشت، و بعد توی بعد خیلی بزرگتر، و بعد این من رو وارد صیغه